پلیس فرانسه همچنان به دنبال اعضای شبکه تروریستی است که پیشتر 12 تن از فعالان آن در هفته گذشته بازداشت شدند. نزدیک به نیمی از این افراد در شهر کن و بقیه در شهر استراسبورگ فرانسه دستگیر شدند. اینجا هم آپارتمان رئیس این شبکه تروریستی است که در روز اول در حمله پلیس پس از آن که به طرف پلیس شلیک کرد از پای درآمد. وزیر کشور فرانسه در این باره میگوید با یک شبکه تروریستی طرف هستیم، شبکه‌ای که خطرناک است و باید خل سلاح بشود. آنها اهداف دیگری هم داشتند که به زودی تمام نقاط تاریک آن برایمان روشن می‌شود. برخی از اعضای این گروه حتی می‌خواستند در شمال آفریقا دوره‌های جهادی ببینند. voulait aller faire comme on dit le jihad dans un autre pays à l'étranger. Donc soyons prudents. ماجرا از آنجا آغاز شد که پلیس فرانسه دی ان ای رئیس این گروه را روی نارنجکی پیدا کرد که در ماه سپتامبر به سمت یک فروشگاه زنجیره یهودیان در سارسل، حومه پاریس پرتاب شده بود.